در این برنامه گفتگوی جهانی به سوئد آمده ایم، کشوری که علیرغم بحران اقتصاد جهانی وضعیت نسبتاً مناسبی دارد و مردمش هم ظاهراً یکی از خوشنودترین مردمان جهانند. البته بیکاری جوانان، مهاجران و تقویت نگرش راست افراطی از جمله نگرانی‌های سیاستمداران این کشور است. برای گفتگو حول این مسائل پای صحبت‌های فردریک راینفلت، نخست وزیر سوئد، نشسته ایم. آقای نخست وزیر، آیا درست است که تصور ما از سوئد با واقعیت حال حاضر این کشور مطابقت ندارد؟ باید اول فهمید در سوئد چه در جریان است. با توجه به آمال و آرزوهای گذشته، ما موفق شدیم ساختار اقتصادی اصلاح شده ای ارائه کنیم که می تواند برای کشورهای دیگر نیز نمونه مناسبی باشد. رشد اقتصادی سوئد از بسیاری از کشورهای اروپایی بهتر است. البته ما نیز تحت تأثیر بحران اقتصادی قرار گرفتیم، اما نه به اندازه دیگر کشورهای اروپایی. مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی حول محور رقابت اقتصادی اعلام کرد که سوئد یکی از موفق‌ترین اقتصادهای جهان را از منظر تولید و رقابت داره. البته کشور شما مشکلات اجتماعی هم داره. مثلا میزان بیکاری جوانان بسیار بالاست. از هر 4 جوان یکی بیکاره. آیا دولت شما مسئولیت شکست در این مسیر را قبول داره؟ قبول دارم که دلیل آن به روش رقابتی تجارت و کارآفرینی مربوط است، اما نباید فراموش کرد که طی 20 سال اخیر ما در ساختار آموزش و پرورش نیز با کاستی‌هایی روبرو بودیم. در واقع ساختار آموزشیمان به اندازه کافی با نیازهای مردم همخوان نبوده و اکنون در حال تغییر و بهبود آن هستیم. و تأثیر این اقدامات در کاهش بیکاری چه وقتی مشهود خواهد شد؟ فکر می کنم در حال حاضر هم مشهود است. البته نیازمند افزایش رشد اقتصادی بیشتری هستیم. بر اساس پیش بینی ها رشد اقتصادی سوئد در سال 2014 برابر 2.5% خواهد بود که یکی از بالاترین ارقام در سطح اتحادیه اروپا است که البته هنوز عملی نشده، اما اگر رشد افزایش یابد اقدامات ما نیز نتیجه خواهد داد. مسئله این است که کارآفرینان ترجیح میدهند از اشخاص با تجربه و آموزش دیده استفاده کنند و مشکل ما این است که تعداد زیادی از جوانان این دو مشخصه را ندارند و به این دلیل وارد بازار کار نمی شوند. میخوام به پرسش نخست بازگردم. تصور ما از سوئد همونطور که گفتم نمونه جامعه مصالحه و مدارا بود، نگرشی که اکنون زیر سوال رفته، به ویژه با ناآرامی‌های ماه گذشته که برای بسیاری تکان دهنده بود. به نظر میرسه که ناگهان جامعه سوئد دو قطبی شده. آیا شما هم این نکته رو قبول دارید؟ تا حدی قبول دارم، اما این اتفاق تازه نیست. این بحث‌ها در دهه 70 میلادی نیز وجود داشته. اما آشوبای این گونه پدیده تازه‌اند. خب ما شاهد این بودیم که تعدادی جوان اکثراً بیکار و بعضاً مرتبط به باندهای تبهکار و قاچاقچی با اعمال خشونت علیه پلیس و آتش نشان و هم نوعان خود ناآرامی ایجاد کردند. حضور آنها قطعاً یک مشکل است، اما نباید فراموش کرد که در دوران ناآرامی ها 95% مردم که در آن منطقه زندگی می کردند مخالف اعمال خشونت و نابودی منطقه و محلهشان بودند. اما بسیاری میگن مدل سوئدی دیگه پاسخگوی مسائل نیست. گفته میشه که ادغام و ترکیب اقلیت‌های گوناگون در سوئد که ظاهراً به میزان 15% رسیده دیگه غیر قابل تحمل شده. من اینطور فکر نمی کنم. ما چند نسل مهاجر در سوئد داریم. بسیاری از مهاجران موجب ایجاد جامعه‌ای چند قومیتی شدند که بسیار جالب و جذاب است. جامعه‌ای که نمونه‌ای برای آیندگان خواهد بود. مسئله این است که از دهه 70 میلادی به بعد برای بسیاری از این مهاجران حضور در بازار کار به سادگی گذشته نبود و این به دلیل مسائل و مشکلات مربوط به بازار کار است. از سوی دیگر بسیاری از مهاجران امروز سواد و آموزش کافی ندارند. من تأکید دارم که این مسئله قابل حل و فصل است. ما می توانیم ساعات آموزش زبان انگلیسی و آموزش پرورش را افزایش دهیم، چرا که ما به مهاجران نیازمندیم. جامعه ما در حال پیر شدن است و تولید مثل کاهش یافته. پس ما نیاز داریم که مردمان دیگری به سوئد بیایند تا بتوانیم ارزش‌ها و جامعه رفاهمان را حفظ کنیم. سوئد از معدود کشورهایی بود که پناهجویان سوری را با آغوش باز و بدون تبعیض پذیرفت، در حالی که نگرش‌های پوپولیستی در داخل کشور مخالف این کار بود. نگران این مسئله نیستید؟ ببینید، امسال سوئد پذیرای 7000 پناهجوی سوری بود. باید خاطر نشان کنم که سوئد اقلیت سوری قابل توجهی داشت. بسیاری از پناهجویان اقوام و آشنایانی در سوئد داشتند. تاریخ نشان داده که سوری‌ها در مقایسه با دیگر اقوام راحت‌تر در جامعه سوئد ادغام شدند. آنها کارآفرینان موفقی هستند و اکثراً راه خود را در بازار کار پیدا می‌کنند. البته درست است که در ساختار سیاسی سوئد هستند کسانی که خواهان محدودیت ورود مهاجرانند، اما من فکر می کنم آنها همچنان در اقلیت هستند و اکثریت جامعه سوئد هوادار سیاست حمایت و حضور بیشتر مهاجران است. اقلیت هستند، اما اقلیتی در حال گسترش. در انتخابات گذشته حزب دموکرات سوئد که از سیاست‌های ضد مهاجرت دفاع می‌کنه حدود 10% آرا رو به دست آورد، یعنی میزان هوادارانش رو نسبت به دوره گذشته 2 برابر کرد. آیا اونها در نحوه سیاست‌گذاری‌های مربوط به مهاجرت تاثیرگذار هستند؟ آرای آنها تنها در نظرسنجی‌ها 2 برابر شده و این در نتیجه انتخابات صدق نمی‌کند. ولی لابد به این نظرسنجی‌ها توجه می‌کنید. بله، اما این در دیگر کشورهای اروپایی هم رخ داده. ما ولی به زبان آنها سخن نمی‌گوییم و تحت تاثیر نگرش آنها قرار نمی‌گیریم. ما به نگرش باز خود باور داریم و آنها را منزوی خواهیم کرد. من با احزاب میانه‌روی ائتلاف و سبزها که نگرش ما را قبول دارند بر سر این مسئله به توافق رسیدیم. ما همه قبول داریم که باید سیاست‌های آلترناتیو بیشتری برای کسانی که مایلند در سوئد کار کنند فراهم شود. قوانین مهاجرت در سوئد به ویژه برای مهاجرت کاری از جمله بازترین قوانین دنیاست و نتیجه آن هم مشخص است. می‌بینیم که تا امروز نتیجه مثبتی داشته. مهاجران مختلف با سطح آموزشی و تجربه گوناگون در بازار کار سوئد فعالند. آمار هم نشان می‌دهد که میزان نیروی کاری که در خارج از سوئد متولد شده روز به روز در حال افزایش است. در نروژ حزب مخالف سیاست‌های مهاجرت پذیر 16% آرا را به دست آورد. شما نگران نیستید که در انتخابات سال آتی این اتفاق در سوئد تکرار بشه؟ من به راه حل‌های آنها برای مسائل جامعه سوئد باور ندارم. من نمی‌خواهم راهکارهای کشور دیگر را دنبال کنم و از نسخه آنها استفاده کنم، چرا که به آنها باور ندارم. من به یک جامعه باز باور دارم. باور دارم که مردم با تفکرات و ادیان مختلف می‌توانند در کنار هم زندگی کنند و به این باور دارم که چنین جامعه‌ای ممکن است. ولی گفته میشه که اونها در انتخابات بعدی نقش تاثیرگذاری خواهند داشت و ائتلاف شما تضعیف خواهد شد. آیا در هیچ شرایطی با آنها مذاکره نخواهید کرد؟ نه، نخواهم گذاشت که دایره تاثیرگذاریشان افزایش یابد. آنها فقط بر مسائل مهاجرت تاکید دارند، ولی راه حل‌های آنها پاسخگوی مسائل ما نیست. اما برخی میگن اگر با آنها مذاکره نکنید امکان نقد آنها ممکن نیست و عملاً این روش به نفع آنهاست. بله، اما خلاف این روش یعنی مذاکره با آنها نیز در برخی کشورها صورت گرفته و نتیجه باز هم افزایش تاثیرگذاری آنها بوده. پس این مسئله بیشتر مربوط به وضعیت پرتنش امروز جوامع ماست. مسئله ربطی به مهاجرت ندارد. امروز ما با تغییرات مهمی روبرو هستیم. در سوئد هم مثل دیگر کشورها ترس از آینده حاکم است و در این میان ما شاهد جنبش‌های پوپولیستی هستیم که میگویند همه سیاستمداران کلاهبردارند. این جنبش‌ها فقط به دنبال جذب کسانی هستند که از زندگی حال حاضر خود ناراضی‌اند و عملاً سوئد و سیاستمدارانش را نیز دیگر دوست ندارند. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها از محبوبیت ائتلاف شما کاسته شده. در این میان نام شما به عنوان رئیس آینده کمیسیون اتحادیه اروپا بر سر زبان هاست. آیا کسب این مقام براتون جالبه؟ نه، من مصمم هستم که در انتخابات سپتامبر سال آینده برای سومین بار پیروز شوم. علاوه بر این باید بگویم که در نظرسنجی‌های اخیر دولت ائتلافی من در اکثر ماه‌ها پیشتاز بوده. ما در انتخابات حضور خواهیم یافت و باید دید آن وقت چه را خواهد داد. اما نباید فراموش کرد که نظرسنجی‌ها نتیجه انتخابات را مشخص نمی‌کنند. یعنی شما نامزد ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا نمیشید؟ نه، من تنها برای پیروزی در انتخابات ماه سپتامبر تلاش خواهم کرد. شما ساختار سیاسی و دولتی سوئد رو با انجام برخی اصلاحات کوچکتر و عملیتر کردید. با شناختی که از ساختار سیاسی اروپا دارید، فکر نمی کنید زمان اون رسیده که اتحادیه اروپا هم به وعده های خود جامعه عمل بپوشانه؟ من برای باورم که در زمینه‌هایی که نیاز به اروپا است، اروپا باید قوی شود. متاسفانه در بروکسل تمایل به دیوان سالاری بیشتر و تمرکزگرایی است که البته به غیر از بروکسل در هیچ کجای اروپا و سوئد هوادار ندارد. ما باید به افزایش بهره‌وری و بازدهی اروپا متمرکز شویم. معنی این کار همین نیست که عملکرد اروپا و قدرت و حضورش کاهش خواهد یافت. ترکیبی از این دو ساختار کاملا ممکن است. با این اصاف کندی اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشورهای جنوب اروپا شما رو ناامید نمی‌کنه؟ تابستان امسال به برخی از این کشورها از جمله پرتغال سفر و با همکارانم در این کشورها گفتگو کردم. من عمیقاً به تلاش‌ها و زحمات آنها احترام می‌گذارم و البته در جریان نارضایتی‌ها هم هستم. که به نظرتون ناامید کننده میاد؟ ببینید، کارهای زیادی صورت گرفته. اصلاحات در اسپانیا و یونان تا اندازه قابل توجهی تاثیرگذار بوده و منجر به کاهش هزینه‌های دولتی شده. در ایتالیا هم اعمال اصلاحات سرعت می‌گیرد، هرچند دولت آقای لتا در شرایط سیاسی سختی است. در نتیجه کارهای زیادی شده، اما آن چیزی که باعث ناامیدی می شود این است که اقتصاد جهانی در حال تغییر است و اروپا به اندازه‌ای که باید در این بازار رقابتی حضور ندارد. اگه وضعیت در حال بهبوده، آیا میشه گفت که طرح‌های ریاضتی نتیجه بخش بوده؟ در نظرسنجی‌ها اروپاییان خلاف این فکر می‌کنند. بله، برای اینکه آنها فکر می‌کنند این طرح‌ها به آنها و اقتصاد کشورشان آسیب زده است. یعنی شما با آلمانی‌ها هم نظرید؟ تأکید می‌کنم که باید ساختار هزینه‌های دولتی تنظیم شود. اگر می‌خواهیم که قدرت رقابتی من افزایش یابد، انعطاف‌پذیری بازار کار سرعت گیرد و تحقیقات و توسعه اقتصادی ادامه یابد، باید هزینه‌های دولتی به روش درست و دقیقی خرج شود. در نتیجه باید ترکیب اقدامات سختگیرانه و کاهش هزینه‌ها صورت گیرد تا قدرت رقابتی افزایش یابد. یعنی شما واکنش یونانی‌های معترض رو که تقریباً هر روز به خیابان‌ها اومدند رو درک می‌کنید؟ بله، کاملا. آنها سالهاست که ناامید و مستعسلند. اقتصاد سوئد در دهه 90 میلادی شدیداً آسیب دید و 10 سال طول کشید تا بازسازی شود و این همان چیزی است که در یونان امروز می‌بینیم. در نتیجه من آنها را درک می‌کنم. نباید فراموش کرد که آنها نیز اصلاحات مهمی صورت دادند، اما بدهی‌هایشان نیز بسیار زیاد بوده. به این دلیل هم هست که هنوز شرایط شکننده‌ای دارند. فکر کنم واژه ناامید برای وضعیت کنونی اروپا واژه مناسبیه، به ویژه با توجه به احتمال برگزاری همه پرسی در بریتانیا و خروج این کشور از اتحادیه اروپا. نظر شما چیست؟ در واقع خروج از اتحادیه اتفاق افتاده. بریتانیا و سوئد خارج از اروپا هستند، چرا که بسیاری از تصمیمات و کارهای اتحادیه اروپا در داخل منطقه پولی یورو رخ می‌دهد. در واقع دو کشور بریتانیا و سوئد بر این باورند که عملاً بیرون از این منطقه هستند. اما مسئله جدی‌تر از این حرف هاست. درست است. سوئد خواهان این است که بریتانیا در اتحادیه اروپا بماند. بریتانیا نیز مانند سوئد به بازار آزاد، جامعه باز و گسترش اتحادیه اروپا باور دارد. آنها به ارزش‌ها و نگرش‌های ما نزدیک هستند و حضور آنها در کنار فرانسه و آلمان برای حفظ تعادل اقتصاد منطقه مهم است. من تمام تلاش خود را برای حفظ بریتانیا در اتحادیه به کار خواهم بست. تلاش دیوید کامرون نیز خیلی مهم است. او گفته سعی خواهد کرد اهمیت ماندن در اتحادیه را به شهروندانش نشان دهد. من مطبوعات و مباحث در بریتانیا را دنبال می کنم و می بینم در اکثر اوقات ترس از اتحادیه اروپا وجود دارد. گویی همه تصمیمات آنجا گرفته می شود. به نظر شما همه پرسی در بریتانیا و افزایش نفوذ احزاب راست افراطی در اروپا نشان از ناکامی اهداف دموکراتیک نیست؟ شاید انتظاراتمون اشتباه است. در جهان امروز نباید تنها از سیاستمداران انتظار داشت که همه مشکلات را حل و فصل کنند. ما نمیتوانیم همه چیز را مدیریت کنیم. پس باید انتظارات درستی داشت. یکی از آنها این است که رهبران سیاسی موظفند در دراز مدت اعتماد را به مردم بازگردانند. این در سوئد و کشورهای شمال اروپا ممکن شد، اما در بخش جنوبی می‌بینیم که اعتماد از دست رفته به سختی باز می‌گردد. وقتی اعتماد مردم از بین می‌رود، آنگاه پوپولیسم و افراطگری قوت می‌گیرد. نمی‌گویم نگران این مسئله نیستم، اما گاه مشکل چیز دیگری است، اینکه در اکثر اوقات رهبران سیاسی مدعی می‌شوند که همه مشکلات را برطرف خواهند کرد. به نظر من رهبری درستی نیست. باید اذعان کرد که مشکلات وجود دارند و حل فصل آنها تنها با همکاری کل جامعه ممکن می شود. اجازه بدید موضوع بحث را عوض کنیم. رهبران امروز از جمله وزیر امور خارجه شما در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعالند، اما متوجه شدم که شما اینطور نیستید. حتی حساب توییتر هم ندارید. این انتخاب من بود. باید انتخاب می‌کردم که از این منابع همزمان با وظایف و مسئولیت‌هایم استفاده کنم. از خودم پرسیدم آیا ترکیب این دو ممکن است؟ من علاوه بر وظایف کاری زیاد، زندگی خصوصی هم دارم و دیدم که نمی‌توانم بین این دو تعادل ایجاد کنم. در نتیجه تصمیم گرفتم که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را به دیگران بسپارم. اما من هر روز با مطبوعات در ارتباطم و مردم سوئد به راحتی می‌توانند فعالیت و اقدامات من را دنبال کنند. به این ترتیب چند ساعتی را نیز در روز به خانواده و زندگی خصوصیم اختصاص دادم. چندی پیش یه فیلم کوتاه خیلی بامزه از شما منتشر شد که در اون برای نشستن لیوان قهوه‌تون بازخواست میشید. شما هم عذرخواهی میکنید و نشست دولت رو ترک میکنید که لیوان رو بشورید. البته یه فیلم طنزه، اما حاکی از این واقعیت هم هست که رهبران سیاسی در کشورهای اسکاندیناوی در مقایسه با همتایان خود به مردم عادی نزدیکتر و شبیهتر هستند. باید بگویم که همه این داستان حقیقت دارد. ما می‌خواهیم نشان دهیم که ما رهبران سیاسی فرای مردم نیستیم، بلکه در میان آنها هستیم. و این برای مردم سوئد اهمیت دارد. آنها می‌خواهند که من مثل هر شخص دیگری رفتار کنم، خودم گوشتم را از گوشفروشی بخرم یا مثل آنها به سینما و رستوران بروم. اینها هیچ چیز عجیبی نیست. و داستان آن فیلم هم از این نشأت گرفته بود که من خیلی اهل نظافت هستم. همیشه اینطور بودم و همه مرا این نمی‌شناسند و به این دلیل هم بود که ما فکر می‌کردیم می‌تواند فیلم بامزه‌ای باشد. Prime Minister, many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you.